با سلام و درود، با جلسه 14 آموزش کیبورد در خدمتتونیم. در این جلسه از صفحه 34 کتاب بگیر پارسی آهنگ گل گلدون رو براتون انتخاب کردیم و به اضافه اون به مبحث تئوری شناخت آکوردهای 4 صدایی میخواییم بپردازیم. بریم برای شروع این جلسه. اگر که ما بخوایم یک تعریف ابتدایی رو از آکوردهای 4 صدایی داشته باشیم، در واقع میتونیم بگیم آکوردهایی هستن که یک نوت به نوت سوم اونها یا درجه پنجم اونها اضافه شده. یعنی در واقع وقتی که ما به طور مثال آکورد لا مینور رو میگیریم، وقتی که یک نوت چهارمی به این آکورد اضافه بشه، ما میتونیم یک آکورد هفتم رو بسازیم. اما ما آکوردهای هفتم رو به سه دسته کلی میتونیم تقسیم کنیم. آکوردهای هفتم مینور. آکوردهای هفتم مینور نوعی از آکوردها هستش که یک نوت چهارم با فاصله سوم کوچیک به آکورد مینور ما اضافه میشه. تاکید میکنم به آکورد مینور ما. یعنی ما وقتی که آکورد لا مینور رو داریم، یک فاصله سوم کوچیک یا در واقع بهتره بگیم یک فاصله 1.5 پرده به نوت پنجممون. نوت پنجممون نوت می هستش. یک فاصله 1.5 پرده ای یا نوت چهارم وقتی که به این آکورد اضافه بشه، ما نوت سول رو داریم. پس در نتیجه آکورد لا مینور 7 رو داریم، یا لا مینور 7، که نوت های اون لا، دو، می و سول هستش. اما نوع دیگری از آکوردهای هفتم وجود داره که ما به اونها آکورد هفتم نمایان یا ماژور 7 هم میگیم. آکوردهای هفتم نمایان نوعی از آکوردها هستش که بر پایه آکورد ماژور ساخته میشه. بر پایه آکورد ماژور با اضافه کردن یک فاصله مجدداً سوم کوچک. یعنی ما با داشتن آکورد مجدداً لا ماژور و با اضافه کردن یک فاصله سوم کوچک یا 1.5 پرده ای به نوت سوم اون یا درجه پنجم اون که به نوت سول میرسیم، یک آکورد ماژور 7 رو داریم، یا به اون هفتم نمایان هم میگن. و یا ما برای ساخت آکورد 2 7 که با نوت‌های دو، می و سول اون رو میشناسیم، وقتی که یک نوت با فاصله 1.5 پرده به درجه پنجم اون اضافه بشه، به نوت لا دیز میرسیم که نوت‌های دو، می، سول و لا دیز رو داریم و در نتیجه آکورد ما هفتم نمایان هست، یا آکورد 2 7 هم میگن. نوع دیگری از آکوردهای هفتم وجود داره که به اونها آکوردهای ماژور 7 یا در اصطلاح به اون میجر 7 هم میگن. آکوردهای میجر 7 آکوردهایی هستش که به آکورد مینور و ماژور ما فرقی نداره، به آکورد مینور و ماژور ما یک فاصله سوم بزرگ اضافه میشه، یعنی یک فاصله 2 پرده ای. خب وقتی که ما آکورد لا مینور رو داریم، وقتی که 2 پرده از درجه پنجم اون به بالا بریم، به نوت سول دیز میرسیم. در نتیجه آکورد ما لا مینور میجر 7 هستش. یا برای ساخت آکورد ری میجر 7، ما با از نوت های ری، فا دیز و لا و یک فاصله سوم بزرگ استفاده می کنیم که به نوت ری دیز می رسیم و در نتیجه آکورد ما ری میجر 7 هستش. اما یک نوع دیگر از آکوردهای 4 صدایی وجود داره به نام آکورد ششم، یا آکورد 6 هم به اون گفته میشه. آکوردهای 6 خیلی ساده تر از آکوردهای 7 هستش. وقتی که ما به آکورد ماژور یا مینورمون یک فاصله ششم بزرگ اضافه کنیم،
ما آکورد ششم رو داریم. به طور مثال آکورد لا مینور وقتی که یک فاصله ششم بزرگ یا در اصطلاح یک فاصله یک پرده ای به نوت پنجم اون اضافه بشه به نوت فا دیز میرسیم، یعنی داریم نوت های لا، دو، می و فا دیز که در نهایت به ما آکورد لا مینور 6 رو نشون میده یا لا مینور 6. یا برای ساختن آکورد دو 6 از نوت های دو، می، سول استفاده میکنیم و با اضافه کردن یک فاصله یک پرده ای به نوت لا میرسیم که در نهایت آکورد دو 6 رو داریم. اما درسی هم که میخوایم امروز اون رو بنوازیم آهنگ گل گلدون هستش که همونطور که شکل نوت این کار رو میبینید در کسر میزان 3/4 تنظیم شده و آکوردهای لا مینور، می 7، ر مینور، دو ماژور، سول ماژور و آکورد فا ماژور رو داره. نکته مهمی که در این درس باید به اون توجه کنیم در انتهای قطعه علامت DS آلفاین رو میبینیم. خب قبلا در درس‌های قبلی با این علامت ما آشنا شدیم و به این صورت هستش که ما قطعه رو تا این علامت مینوازیم و وقتی که به علامت DS آلفاین رسیدیم مجدداً قطعه رو از علامت DS تا علامت فاین که همونطور که در شکل میبینید اون رو تکرار میکنیم و در نهایت در خط آخر هم ولت 1 و 2 رو داریم که مجدداً بعد از تکرار قطعه به سراغ نواختن ولت 2 میریم. بریم برای نواختن این آهنگ زیبا.